سلام. سلام بهروز جان، حالا چطوره؟ ممنون. کمک کن به احمد این غذا رو بیار. سلام بهروز. سلام بهروز، چطوری؟ ممنون. سارا خونه است؟ آره خونه است، چند روزی که داروخانه نمیره. این همه غذا رو کی میخواد بخوره؟ نگران نباش، تو که تنها نیستی. والا ما نفهمیدیم این چجور مهمونیه. به نظر شما اشکالی داره؟ اشکالی نداره، ولی تنها ندیم میهمان غذا رو بپزه ببره خونه میزبان. خب دیگه، اداهای سارا خانم طبق طبق. ای بابا، میزبان و مهمون کدومه؟ ما اومدیم هممون دوره هم باشیم. خدا کنه همیشه دوره هم باشیم. بیچاره بهروز، میدونم که چی داری میکشی. حتما سارا خانم بهت گرسنگی میده، داره؟ نمیدونی چقدر لاغر شدم. آقا بهروز، تو رو خدا مواظب باش. چشم، سعید کو راستی؟ سعیدم میادش راستی. ببینم سارا از اومدن سعید حرفی نزده؟ واقعا که آقا سعید نشه سر ترمز کردنه. نگاه کن کجا پارک کردی. چی کار داری تو؟ تو چه طرد پیچیدن سر چهارراه؟ آقا بالا شلوغش نکن. چی دیگه، ما رو نصف عمر کردی تو اومدی. مگه چی شده؟ هیچی. چی می‌خواستی بشه؟ اگه آقا بفهمه من ماشینو همینجوری بهت میدم. برمی‌دونی بریم منو مادام الان منو اخراج میکنه. خب یه سوئیچو بگی برو تا نفهمیده. آقا من ربطی نداره. خودت بنیر با پدرت. ببر بده به خودش. خب بابا. خدافظ. به به. خیلی خوش تیپ شدی ها بابا، یه دستی هم رو سر ما بکش شاید بخت ما باز بشه. برو قلم برو. یک دو سه رفتم چه تموم کردی دیگه. برو قلم. پسر تو یه همه زرنگی رو کجا قایم کرده بودی؟ دیگه هم حرفشو میزدی، امروز کار تموم شد. تموم که نه، فعلا یه مهمونیه. خب اون مهمونی، خیلی خبرات اون مهمونی هست. چرا زودتر من رو خبر نکره خودم آماده کنه؟ بابا جان گفتم که فعلا فقط یه مهمونی برای آشنایی. خیلی خوب، باید همراهت باشم یا نه؟ کلی آرزو واسه داشته. خب خب نداره. اگه من همراهت نباشم فکر میکنم تو بی کس و کاری. فهمیدی؟ بیا بیا برو بشین، همه چیز واسم تعریف کن. بشین. چی بگم؟ قبلا که گفت من نشد. اسیر تا پیاز. همیشه قصه عشق و دلدادگی شنیدنیه. منم عاشق اینجور قصه هم. آخه نمیدونم چی باید بگم. باشه، من میپرسم. چند وقته که میشناسیش؟ خیلی وقته، از بچگی. از بچگی؟ بله، منتها چند روزه بهش فکر میکنم. خب ولی... فهمیدم. خب از خانوادهش بگو، اونا رو میشناسی؟ بله. اینطور نشد، اگه میخوای همراهت باشم باید همه چیزو بدونم، از کار پدرش و از خانوادگیش، اون چیزایی که لازمه. البته من خوشحال میشم شما با من باشید، ولی ولی چی؟ نکنه شرط کردن که تنها بری؟ نه تنها که نیستم، سریا و احمد هم هستن. احمد؟ پس اونم در جریانه. پس همه میدونستن جز من. الان شما هم همه چیزو میدونید. به همین سادگی بوده. ببینم این عروس خانم تا حالا کجا بوده که تو از بچگی میشناسیش اما من نه؟ کی گفته شما نمیشناسیدش؟ پس من عروس همو میشناسم؟ بله، بهتر از من. خب خواهر احمد. سارا؟ بله، سارا. شوخی میکنی؟ نه، برای چی؟ پسر من، سعید من میخواد با اون دختر ازدواج کنه. مگه چه عیبی داره؟ فکرش از کلت بیرون کن. آخه چرا؟ میونه اون همه دختر سارا؟ سارا باید حروس من بشه؟ من که متوجه نمیشم بابا. اون در شأن تو و خانواده تو نیست. اون؟ نکنه منظورت اینه که من برای اون کمم؟ آره؟ من در شأن اون نیستم؟ همون که گفتم. میدونید اون دکتر شده؟
ایناش دیگه برام مهم نیست. ولی سارا خانم خواهر احمده، شوهر ثریا. شنیدم برای زوج ثریا احمد خیلی مایه گذاشتید و کمکشون کردید. خب سارا هم دختر همون خانواده است. نه نه، بعد تو سارا فرق میکنه. چه فرقی؟ با من بحث نکن. شما که میگفتین بر دختری علاقه من باشم برام هر کاری میکنین، گفتین دختر شاه پریونم باشه هر کاری میکنین. حالا هم میگم دست روی هر دختری که میخوای بذار. ببین بابا، من هنوز نظر سارا رو نسبت به خودم نمیدونم، اما تصمیم خودم رو گرفتم. امشب هم تو خونه اونا مهمونیه، قراره که ثریا با اون صحبت کنه و نظرشو بپرسه. پس همه اینا زیر سر ثریا بوده. ببین بابا گوش کن من چی میگم. من دیگه نمیخوام با تو حرف بزنم. اگه میدونستم این ماجرا زیر سر ثریاست، از همون اول جلوشو میگرفتم. کجا؟ خونه ستوده. نمیخوام اونجا بریم. بابا خواهش میکنم، ببینید من نمیخوام شما رو ناراحت کنم، اما فکر میکنم باید اجازه بدید خودم در مورد زندگیم تصمیم بگیرم. نه در این مورد. پس معلوم میشه موضوع خیلی مهمه. بله برای من خیلی مهمه، اما من نمیدونم این موضوع چیه. ظاهرنم که نباید بدونم. هر وقت لازم بود. هنوز حرفم تموم نشده. من فکر میکنم اینم دنباله دعوای شما و مرحوم ستوده است. درست میگم؟ بس کن دیگه. صبر کن حرفم تموم بشه. بابا ستوده مرده، شما که با دستای خودتون رو توی قبر گذاشتین. گفتم بس کن. دعوای شما اونم دیگه تموم شده، پس باید دفنش کنید. نه. خیلی خوب، اون دعوا هر چی که بود و هست نرفتی به دختر ستوده داره نه به پسر شما. باشه، اینم سویچ. در مورد سرمایه و پولی هم که با هم حرفش رو زدیم دیگه خواسته ای ندارم. شما میتونید حتی از ارث هم محرومم کنید، اما بابا خواهشم مانم نشید، چون من واقعا تصمیمم رو گرفتم. خداحافظ. به به آقا سعید، بفرما دهنتو شیرین کن. چی شده؟ آقا سعید کجا؟ آقا چی شده؟ آقا سعید چرا صداش نمی کنی؟ منتظر سعیدم، نمیدونم چرا انقدر دیر کرده. اصلا من نمیدونم چرا به حرفتو گوش کردم. ببینم منظور چیه، من قرار بود گوش نکنی. حالا یک ساعته اینجا، من هنوز خانم از اتاقشون تشریف نیوردم بیرون. البته رفتار سارا برای من عادیه، ولی جلوی سعید خب برام سخته که به من بی احترامی بکنه. ببین خودم الان میرم میارم، تو نگران هیچی نباش. ای بابا هی میگه نگران نباش نگران نباش، خب برو صداش کن دیگه. سارا، سارا خانو. سارا جون، ای بابا تو هنوز نشستی داری کتاب میخونی؟ پاشو پاشو، چیزای مهمتر از کتابم تو این دنیا هست. پاشو دیگه. گفتم بیا خونه ما، گفتی حوصله ندارم. گفتم چشم، هرچی خودم درست کردم ور میدارم میارم اینجا دور هم بخوریم. حالا فکر کن اومدی خونه ما مهمونی، با این سر و وضع که نمیشه. پاشو جون، پاشو. من خودم آماده میشم. بذار کمکت کنم. ممنون. پس یه لطفی بکن زودتر بیا بیرون، چون من جای خیلی چیزا رو نمیدونم. سلام. سلام.
خوش اومدی. ممنون. کجایی سعید؟ سلام. سلام، چرا انقدر دیر کردی؟ خب آره دیر شد. چرا این گل شکسته؟ دست بابا بهش خورد. پس حرفتون شده. آخه پسر بی فکر، الان وقت جربست کردن با بابا بود؟ نمیدونم چرا وقتی اسم سارا رو شنید یهو شاکی شد. چرا؟ نمیدونم. ببین تو نباید عجله میکردی، باید میذاشی من یا احمد با پدر صحبت کنی. قسم خورد که نمیذاره همچین اتفاقی بیفته. بابا این حرفو زد؟ بله، منم گفتم تصمیم خودم رو گرفتم. سارا خانم خونه است؟ شما دارین چی کار میکنی؟ جای میز اینجاست خانم، نه تای سالون. خب سعید جان لطف میکنی نوشابه رو بیاری از اشکال. من میارم. نه برز رو بده، منم کاری کرده باشم. خوبه، اینم شده میز درست. سلام. سلام. سلام عزیزم، چرا اونجا وایسادی؟ به 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 به، بالاخره خانم دکتر ما رو سرفراز کرد. مشغول بشین، غذا یخ کرد. من که دارم از گرسنگی تلف میشم. میبینی سارا، این احمد از هر چیزی که بگذره ها توی خوردن با هیچ کس تعارف نداره. سعی چرا غذا نمیکشی؟ برادر ما هم که خیلی خجالتیه. سعی جان بکش، کس که با ما تعارف نمیکنه. اول شما بفرمایید. چه خبر سارا خانم؟ هیچی، من که هر روز تو خونم، از هیچ جام خبر ندارم. بله، ثمره نشستن خونه رو توی باغچه دیدم. حالا کجاش دیدین؟ بذارین محصولاتش به ثمر بشینه، میتونین تمام همسایه‌ها رو از بابت سبزیجات تامین کنین. خب به افتخار سارا خانم با این همه سلیقه. من که فهم میکنم سارا بهتر دید داروخانه نره، تو باغبونی خیلی درمده پیشتره. راستی سارا جون، من با دکتر صدقی صحبت کردم راجب اون کار توی بیمارستان. سعیدتون لیوانتو بده. ترجیح میدم یه مدتی کار نکنم. منم جای سارا بودم تو این خونه غسلم سر میرفت، وقت میرفتم سراغ سبزیکاری. آخه ایرادای این خونه یکی دوتا که نیست. به اعتقاد من باید هر چیز زودتر رد بشه. یه خونه بزرگ قدیمی بی مصرف. احمد میخواد براتون یه آپارتمان بگیره. جمع جور بالای شهر نزدیک خودمون. من همینجا راحتم. همه باید راحت باشن. بعد میگم تازه سربازی آقا بهروزم باید درست بشه، بعدش هم انشالله یه سرسامونی بگیره. شما دو نفر که بالاخره همیشه کنار هم نمیتونید بمونید. میتونی؟ احمد جان سعی کن آپارتمانی که پیدا میکنی نزدیک اون بیمارستان باشه. این برادر ما هم که خیلی محجوبه. سعید جان یه چیزی بگو، یه حرفی بزن. چرا بس ساکتی تو؟ چی باید بگم؟ این آقا سعید ما دیپلمشو تازه گرفته، الان هم تو نمایشگاه بابا داره کار میکنه. خودش خیلی دوست داره درسشو ادامه بده، ولی من میگم خب سعید جان میخوای درس بخونی که چی بشه؟ تو با این همه سرمایه که داری هر کاری که دلت خواست میتونی باش بکنی. خانم این تلفن اورژانس دم دسته. اورژانس برای چی؟ آخه بس که خوردم دارم میترکم. خب کمتر بخور. نمیشه که، اینقدر خوشمزه درست کردی که. البته میدونی که این غذای دلخواه من نیست. ممکنه بپرسم غذای دلخواه خانم چیه؟ خب من دلم میخواست این مهمونی خیلی مفصل توی خونه خودم میدادم. خب میگیری؟ بعدا این دیگه چیه؟ شما منتظر کسی بودین؟ منتظر کسی؟ نه،
یعنی کی میتونه باشه؟ هر کی میخواد باشه، فرق نمیکنه. غذا به اندازه کافی است. تازه تو سلامتی منم خوبه. برو ببین کیه. هر کی بود دست به سرش کن. نه. هر کی بود تعارف کن بیا تو. چش سر برم. کی میتونه باشه؟ مشغول شین. بالاخره هر کی باشه یا میاد تو یا میره دیگه. بفرما سیدی جان. آره چه کار دیگه؟ احمد ممکنی یه بنا برای من بیاری؟ نه معذرت میخوام. بذار مامان بیارم. نه عزیزم تو بشین. سورایا یه دونه واسه من بردو بیا. احمد یه دقیقه بیا. ها؟ یه دقیقه بیا اینجا کارت دارم. بله. دیگه داروخونه نمیرید؟ نه. پس تصمیم دارید کار دیگه ای بکنید؟ آره، شاید همین کار که بهروز میگه. باغونی؟ بفهم. مزاحمت شدیم. سلام. چطوری عزیز؟ سلام. آقا سعید، آقا آرش، خوشبختم. حالتون خوبه؟ سلام، ممنون. خیلی خوب کردین اومدی. به 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 آرش خان. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خوبه. جمع خانواده که جمعه. دیگه بفرمایید، بفرمایید. غذا که بیل نکردین؟ راستش نه. آرش. بله. خوردیم احمد آقا. غذا که بنده کافی هستش. بفرمایید. بشقاب رو بردارید. سارا که از تو خونه بیرون نمیاد. هر کی هم که باهاش کار داره یا باید خودش را بیفته بیاد یا براش نامه بنویسه. خب بفرمایید، بفرمایید میل کنید. سارا تو هم یه تعارفی بکن دیگه. خب بکش فرزانه جون، من که شام نمیخورم، عصر یه چیزی خوردم. آرش چه خبرته؟ من نمیتونم نخورم. تو رو خدا فرزانه خوام حداقل یه لقمه بگیرید تا راحت ما غذامونو بخوریم. خب بفرمایید، غذا که زیاده. راست میگم. بیا بکش. بکش. بعدم پشیمون میشم. به به. دستپخت سرای خانومه، درسته؟ شما از کجا فهمیدین؟ سارا تو بهش گفتی؟ نه به خدا، من نمیدونم از کجا فهمیده. راستش برای خودم هم معما شده. شما از کجا فهمیدین؟ خیلی ساده است. سارا که حوصله اینجور پخت و پزا رو نداره. اما باید برعکس میشد نه؟ چی؟ منظورتون رو نمیفهمم. خب منظورم اینه که باید سارا جون میومد خونه شما. بله همینطوره، ولی نیومد. من که معذرت خواهی کردم، گفتم که این روزا اصلا حالم خوب نیست. ببینید من بدبخت این خونه چی میکشم فرزانه خانم. من نمیدونم تو این خونه چی هست که سارا دلش نمیخواد یک لحظه ترکش کنه. هیچ. خونه ما هم مدتی نیومده، یعنی هیچ جا نمیره. بیچاره آقای ناصری به همین خاطر مجبور شد نامه بده. راستی سارا نامه رو خوندی؟ کدوم نامه؟ چطور یادت نیست؟ همین چند روز پیش. همین چند روز پیش؟ ببینم آرش، نکنه تو نامه رو نیاوردی در خونه. چرا؟ دادم به سرای خانم. بله، دادم به سرای خانم. چرا چیزی به من نگفتین؟ خب احمد، میدونی چیز مهمی نبود. غذاتون رو بخورید. شما مگه اون نامه رو خوندین؟ پ-
پس شما و سرعی خانم نامه‌ای که مربوط به من بوده رو خوندین. سارا جان، بعدم برای توضیح میدم. میشه اون نامه رو ببینم؟ نه. چرا؟ چون که پاراش کردم ریختم دور. نامه منو پاره کردی ریختی دور؟ میشه شما توضیح بدین؟ فکر میکنم سارا خانم از شما سوال کردم. اما من میخوام از شما سوال کنم. اگه شما فقط تشریف آوردید که این موضوع رو بگید. برای دیدن سارا خانم که توضیح لازم نیست. به نظر من لازمه. من فکر میکنم که شما کار خودتون رو کردید. شما اومدید اینجا که ببینید حال سارا خوبی یا نه. خب میبینید که الان الله خوب سعید و سالم. خیلی ممنون، متشکر، زحمت کشیدید. احمد، اینا مهمونای من هستن. تو هر موقعم که من بخوام اینجا میمونن. خیلی خوب. بشین احمد. بله داداش، بهتره بشینین. من هنوز جوابمو نگرفتم. ببینید فرزانه خانم، من یک بار دیگه هم گوشزد کردم. نه شما و نه هیچ کس دیگه مصلحت خانواده منو بهتر از من تشخیص نمیده. ولی من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم. ولی این کارو کردید. بار اولم نیست. آخه من از کجا میدونستم شما نامه سارا رو بهش ندادید و پیش خودتون نگه داشتید و بعد پارش کردید. راستش شما برادر بزرگ سارا هستید. هر کاری هم که میکنید لابد براش دلیل دارید. ولی رفتار شما عکس این رو میگه. فرزانه خانم و آرش خان. آرش بهتره ما بریم. خدافظ. فرزانه، خواهش میکنم زیر آلاچیق منتظر من باشی. من صداتو میکنم. سارا بهتر ما بری. به خاطر من، خواهش میکنم. چشم، ما منتظریم. ممنون. بهتر منم برم زیر آلاچیق. معذرت میخوام آقا سعید. خواهش میکنم. فکر میکنم بهانه همه این کارا منم. همه این مصلحت اندیشی ها، دور اندیشی ها، همه اینا به خاطر منه. نکنه فکر میکنی اونقدر بچه‌م که احتیاج به یه قیم دارم؟ تمومش کن. یه کسی که تعیین میکنه چی خوبه چی بده؟ تمومش کن سارا، بعدم برات توضیح میدم. حالا میخوام بشنوم. میبینی خانم، اینه نتیجه اصراری تو. از مهمونی همه زحمتی که بر من کشیدی خیلی ممنونم، ولی دیگه نمیتونم تحمل کنم. حالا میخوام بشنوم. خیلی خوب. اون آقا تو اون نامه هر چی که خواسته بود نوشته بود. چی؟ چی نوشته بود؟ بگو. اینم یه بازی دیگه نه؟ درست مثل همیشه. تو فقط میخوای حرفای خودتو به کرسی بشونی. دوستات هم با برنامه قبلی اینجا دعوت کردی. درست میگم؟ حتما خوندی و هر چی که در مورد شما توش نوشته شما رو ناراحت کرده. در مورد برخورداتون، همه حرفی که به مادرش خودش زدین. حتما اونا رو خوندی که ناراحت شدی دیگه نه؟ تمومش کن. نمیتونم. دیگه نمیتونم. منم دیگه نمیتونم. یه دقیقه دیگه اینجا بمونم. دیگه نمیتونم سارا. دیگه نمیتونم. فروز، به دوستان سارا خانم بگو تشریف بیارن تو. بعد اگه زیر آلاچیق بمونن، سرما میخورن. ببین سارا، بین من و اون آقا فقط باید یک نفر رو انتخاب کنی. یا من یا اون آقا. فهمیدی چی گفتم؟ سارا پاشو بریم. خدافظ شما. خدافظ. خدافظ. سارا دیگه خسته شدم. از تو، از احمد، از همه چیز دیگه خسته شدم. واقعا که اینا دیگه از کجا پیداشون شد؟ من از تو بیشتر از سارا و اون دوستاش ناراحتم. چی داری میگی؟ آخه همین میخواستی؟ حالا چرا سر من داد میزنی؟ اگه سر تو داد بزنم سر کی داد بزنم پس؟ ماجرای اون نامه چیه؟ تو دیگه چی میگی؟ خب میخوام بدونم. چی رو میخوای بدونی؟ مثل اینکه فقط تو یه نفر رو کم داشتی.
ظاهرا یه نامه ای رو شما باید به سارا میدادید ولی ندادید. بله، اما میدونی نامه کی بود؟ نامه آقای امیر ناصری، خواستگار قبلی سارا. لابد بازم میگی نامه رو باید بهش میدادیم، نه؟ وقتی بهت میگم سارا یه دختر استثنائیه باورت نمیشه. نگفتم در مورد سارا اشتباه میکنی؟ ممکنه بفرمایید سارا چه تقصیری داره؟ تو هنوز اونا رو نشناختی. منظورت چیه؟ کجا؟ نمیدونم. یعنی چی؟ بشین سر جات. بهتر من برم. سعید. بله. میگه تو نگفتی با پدرت دعوت شده؟ میرم خونه دوستم. لازم نکرده، درو ببند. تو باید به مادر امیر حق بدی. من منتظر میمونم. من به خاطر امشب معذرت میخوام. نتونستم آروم بشینم. راستش اصلا نمیخواستم اینجوری بشه. خودتو شاهد بودی که احمد و ثریا خودشونو قیم تو میدونن. حاضرن هر کاری بکنن که تو و امیر به هم نرسید. من احمدو خوب میشناسم. حرفایی که امشب میزد. خب نباید برای تازگی داشته باشه. از فروش خونه حرف میزد. فروش خونه؟ گفت میخواد برام آپارتمان بگیره. میبینی تو رو خدا؟ احمد که رفت بیرون. سعید گوشیو بردار. ثریا الو. سلام بابا. کی گوشی رو برداشت؟ خودم. ببخشید خواب بودم. سعید اونجاست؟ سعید بله اینجاست، خوابیده. احمد کجاست؟ احمد رفته سر کار. میتونی بیای خونه؟ سلام ثریا خانم. سلام، پدرم خونه است؟ بله، خیلی وقت منتظر شماست. راستی از آقا سعید چه خبر ثریا خانم؟ خوبه، چطور مگه؟ دیروز خون جلوی چش آقاتونو گرفته بود. آقا سعیدم خیلی ناراحت بود. از دیروز تا حالا خدا خدا میکنیم آقا سعید برگرده. ولی آقا سعیدی که من میشناسم به این راحتی‌ها بر نمیگره ثریا خانم. این حرفا چیه میزنی؟ هر پدر و پسری گاهی با هم اختلاف پیدا میکنه. فرداش هم همه چی تموم میشه میره. ببین ثریا، من وقت ندارم، همه چیزم میدونم. به جز این که تو بدون مشورت من نباید این کارو میکردی. چه کاری؟ من نمیدونم شما راجب چی داری صحبت میکنی؟ همه چیزم خوب میدونی. راجب سارا و سعید حرف میزنم. تو انقدر عقدت باید برسه که باید با من حرف میزدی، صحبت میکردی، بعد این کارو میکردی. اما هنوز که خبری نشده. دیگه میخواد چی بشه؟ لابد شب حرفاتونم زدین. نه اتفاقا، همه چیز تموم شد. ده؟ پس شانس آوردیم هممون، هم تو، هم من، هم سعید. گوش کن ثریا، سعید برفس بیاد پیش من. اون نمیاد، شما خودتون اینو خوب میدونین. یا این اولیش. ببینید پدر، مقصر شما بودین که انقدر تند با سعید برخورد کردین بدون اینکه اصلا به اون توضیحی بدین. راستش خود من هنوز موندم دلیل مخالفت شما چیه با این قضیه.
من میخوام بدونم سارا خواهر احمد شوهر بنده چه عیب و ایرادی داره که من ازش بیخبرم؟ گوش کن سریا، تو سعیدو خراب کردی، خودت هم باید درستش بکنی. دیگه هم حق نداری تو خونت راش بدی. سعید نمیاد پیش شما، حداقل برای یه مدتی. خیلی خوب، ولی خونه تو هم نه. بذار یه مدتی که ولگردی کرد و آواری کشید برمیگرده تو خونش. خونه زندگی داره. نظر احمد چی بود؟ موافقه؟ فکر میکنم بعدش نمیاد. لازم نیست از مخالفت من چیزی بدونه. داشتم میرفتم دانشگاه، گفتم شاید بعدت نیاد، بعد از مدت ها تو هم یه سری بزنیش. ممنون که به فکر منی، ولی خب بیشتر ترجیح میدم تو خونه باشم. سارا از من ناراحت نیستی؟ از دست تو؟ چرا؟ این چه حرفیه میزنی؟ بیا بریم گلایی که کاشتم نشونت بدم. چطوره؟ خیلی قشنگه. اخیال بافی و بیکاری که خیلی بهتره. منم خیلی دوست داشتم که یه باغچه داشتم. اون وقتی که خیال بافی سراغ منم نمی اومد. البته من تصمیم گرفتم درسم که تموم شد برم توی کارخونه کار کنم. کارخونه؟ داروسازی. راستی سارا، تو نمیخوای برگردی سر کار؟ اون وقت که به این گلا برسه. دیروز تلفن کردم داروخانه، معذرت خواهی کردم. البته یه معذرت خواهی هم به امیر بده کارم. سارا اگه بدونی امروز صبح کی تلفن کرده؟ کی؟ امیر. مگه برگشته؟ اگه برگشته بود که حتما بهت سر میزد. البته اگه بگم چی میگفت باور نمیکنی. چی میگفت؟ میگفت از نوشتن اون نامه خیلی پشیمون شد، از اینکه تو اون نامه از ثریا و احمد گله کرده. میگفت البته تو این مدت تو مشهد خیلی فرصت داشته که فکر کنه. میگفت حتی برای ثریا و احمد دعا کرده. به نظر تو باید چیکار کنم؟ ببین، بابا و پدر احمد سال هاست که با هم اختلاف دارن. این اختلاف نیست، کینه است. من نمیدونم حالا که اون نیست میخواد از کی انتقام بگیره. راستش خودم هم نمیدونم. میگم شاید تقصیر من باشه. ببین، اون ظاهرا از این ناراحته که ما چرا اونو در جریان قرارش ندادیم. میدونی؟ تو هم بهتره سعید جان یه دو سه روزی اصلا به این موضوع فکر نکنی. خب؟ شاید بابا یه خورده آروم‌تر بشه. فکر می‌کنی میشه؟ تو نگران هیچ چی نباش. الانم برو که منتظرت. من دیگه در نمایشگاه نمیرم. بچگی نکن سعید، می‌خوای چیکار کنی؟ نمیدونم. ببین سعید جان، من دلم نمیخواد تو به خاطر این موضوع از خونه و کار و زندگیت بیفتی. دیگه برام مهم نیست. چی داری میگی؟ کی میتونی باهاش حرف بزنی؟ با کی؟ با سارا. سعید جان، دیدی دیشب چی شد؟ فعلا اصلا صلاح نیست راجع به این موضوع حرفی زده بشه. خیلی خوب، کاری نداری؟ نمیای خونه؟ حالا نه. ببین سعید جان، دوست دارم اومدن و رفتنت به خونه ما یه جوری باشه که بابا اصلا بویی نبره. باشه؟ پس اون قصد خونه شما نیا. سلام جفن. آمش هر سطور رو بچه خیلی ممنون. سلام. سلام، شما اید؟ بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. تولیدات تازه. بله، عالیه. از چند شهرستان سفارش گرفتیم. تا چند روز دیگه تمام بازار پر میشه از این چایی. البته اول شهرستان، بعد تهران. بکنید، عطرش عالیه. آره، بعد نیه، خوبه. فکر میکنم تا چند روز دیگه یه قدری از مشکلاتمون حل بشه. اینایی که تو داری مشکل نیست. من دارم فکر میکنم یه کار بزرگ. چی؟ نصرانی زعفرون؟ نخه، کشاورزی مکانیزه. پول تو زمینه. باش بره. کجا؟ سر زمین؟ زمینم نشونت میدم. حالا میخوام ببرمت سر اون آپارتمانی که پیداش کردم ببینی. کدوم آپارتمان؟ برای خواهر و برادرت گرفتم. موقعیتش عالیه، نزدیک خونته. ما
منتوش خور قیمتش بالاست. اون زیاد مهم نیست. خواهر سارا خانم ارزششو داره. باش بریم. امیر، پسرم، من دارم میرم بیرون. چیزی نمیخوای برات بگیرم؟ نه، خیلی ممنون. زود برمیگردم. خداحافظ. خداحافظ. آقا محمود، من میرم بیرون. چیزی نمیخوای؟ نه. زود برمیگردم. خداحافظ. خدا حافظ. خسته نباشی پدر. ممنون. مشغول صحافی هستی؟ بعضی از مشتری قدیمی هنوز کتاباشونو برای صحافی کردن میارن پیش من. هرچی میگم بابا ما دیگه کتاب فروشی باز کردیم، قبول نمی کنن. میگن ما هنوز تو رو اوس محمود صحاف میشناسیم. میخواید کمکتون کنم؟ یاد بچگیات کردی؟ باز میخوای سر صورتتو چسبی کنی؟ یادتونه؟ اون داد و بیدادای مادرت مگه یادم میره؟ آقا محمود بچه رو چسبی کردی؟ بعد از اون دیگه نذاش من کمکتون کنم. آره و الان دکتر صحاف بودی. پدر میخوام برگردم تهران. کی؟ نظر شما چیه؟ نظر من؟ میدونید که الان باید تهران باشه، اما نمیتونم. شما میدونید چرا؟ نمیدونم چی شد. همه چیز داشت خوب پیش میرفت، اما یه باره شما اونو ندیدید. پدر مادرش داشتن میومدن دیدن شما، هیچ کس نمیدونه چرا، اما من فکر میکنم که پدرش تو همون چند دقیقه که زنده بوده یه چیزایی در مورد دخترش و من به شما گفته. پدر، زندگی اون دختر، زندگی من، خیلی چیزا به حرفای شما بستگی داره. شما رو قسم میدم. کاش میدونستید الان چقدر نگران اون دختر هستم. شاید فکر کنید این نگرانی من اثر خودخواهیه چون اونو برای خودم میخوام. اما باور کنید که اینطور نیست. بیشتر نگران سارا خانم هستم تا خودم. باور میکنم، اما بذار مادرتم بیاد. حرفایی هست که اونم باید بشنوه. نمیخواستم بگم، اما الان فکر میکنم که موقعش رسیده. اون چیزایی که اون مرحوم به من گفته هم الان باید به تو بگم، هم به مادرت. تا رسیدی تلفن بزن. چشم، حتما. دفعه بعد حتما با مادرت میام تهران. منتظرتون هستم. امیر پسرم، به سارا خانم سلام برسون. چشم مادر، خیلی ممنون. برو تا دیرت نشه. خداحافظ. مراقب خودت باش.
سلام. سلام. دیر کرده؟ من پیش خانم یاوری بودم. خب بریم تو راه برات میگم. اسم و نشونی کسی که آرزو رو به فرزندی قبول کرد. ستوده؟ بله، اسم پدر تو اونجاست، کسی که آرزو دختر پارسا رو به فرزندی قبول کرده. نمیتونم باور کنم این همه سال این دختر کجا بوده، الان کجاست؟ الان چند روزه که دارم بهش فکر میکنم. این اسم آرزو منو یاد خاطرات بچگی انداخت. 4 سالم بود، پدر مادر یه دختری رو آوردن خونه که اون بعد از 1 ماه مرد.